چرا امریکایی ها قاسم سلیمانی را به بهای متهم شدن به تروریسم دولتی کشتند؟ و کشته شدن این مقام نظامی ایران که در زمان حیاتش از او چهره‌ای افسانه‌ای ساخته شده بود و حالا با مرگش در تبلیغات رسمی ایران به چهره‌ای مقدس و آسمانی هم تبدیل شده، چه در پیش روی مردم ایران و چه بسا مردم منطقه است؟ 40 سال است که روابط ایران و امریکا با تنش همراه بوده، ولی حالا اکثر مفسران سیاسی میگویند این تنش با توجه به تهدید مقامات ایران به انتقام گیری و بسته به نوع و شدت و حدت واکنش ایران به مرحله رسیده که جنگ را بیش از هر زمان دیگری محتمل کرده است، به خصوص که رئیس جمهور امریکا همچنان ایران را به حمله نظامی تهدید میکند. مهدی طلعتی، پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی، مهمان من در این برنامه است. به نظر او که سابقه و شناخت دقیقی از سپاه پاسداران ایران دارد، رهبران سیاسی و نظامی ایران به فریاد انتقام خواهی که به شدت در ایران بلند شده چه جوابی خواهند داد؟ آقای مهدی طلعتی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. من هم تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیزتون. آقای طلعتی، به نظر شما امریکایی ها چرا قاسم سلیمانی رو کشتند؟ آیا فقط انتقام گیری از حرکات اخیر ایران در منطقه بود یا هدف مهمتری یا دیگری پشت این حرکت هست؟ ببینید، آمریکایی ها از بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ سیاستی رو در پیش گرفتن که این سیاست محدود کردن توان اقتصادی و نظامی ایران در منطقه هست. اون هم به دلیل اون چیزی هستش که خودشون رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه میدونن. این دلیلی بوده که از بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ، خدمت شما عرض کنم که سیاست دولت ایشون به این سمت میل کنه که با ایران در منطقه برخورد بشه و جلوی فعالیت‌های ایران بنا به توجه به منافع متحدین منطقه‌ای آمریکا گرفته بشه. و یکی از بازوهای اصلی اجرای این سیاست از طرف ایران هم نیروی قدس بود که در رأسش آقای قاسم سلیمانی حضور داشتن. قبلا هم در زمان رؤسای قبلی جمهور آمریکا هم به این مسئله توجه شده بود که ایشون را حذف فیزیکی بکنن و به قتل برسونن، ولی با توجه به پیامدهایی که این مسئله میتونست داشته باشه این قضیه منتفی شده بود. حالا آقای ترامپ هم بر اساس اون اطلاعاتی که بهش دادن این تصمیم رو گرفته، ولی بر مبنای مسائلی که هر روز به بیرون درس پیدا میکنه باید این رو توجه داشته باشیم که تصمیمات آقای ترامپ مبتنی بر استراتژی خاصی نیست. تمام رؤسای جمهور قبل از ایشون یه دکترین و یک استراتژی رو داشتن، از دکترین مونرو، آیزنهاور، نیکسون، کندی، اینها بگیریم تا همین زمان آقای بوش و اوباما، هر کدوم یه استراتژی مدونی داشتن که توسط گروه‌های کارشناسی کار شده بوده. ولی بیشتر به نظر میرسه که آقای ترامپ منظورش دنبال کردن شعارهایی هستش که در زمان قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داده و بیشتر اون شعارها رو دنبال میکنه تا یک سیاست واحد استراتژیک در سطح بین المللی. خب حالا صرف نظر از تبلیغات اغراق‌آمیزی که در مورد آقای قاسم سلیمانی قبل از مرگش میشد و حالا به طریق اولا داره میشه، واقعا از نظر به اصطلاح موقعیت و جایگاهی که آقای سلیمانی داشت در کمک به ادامه نظام حکومتی ایران و به خصوص نوع سیاست خارجی که ایران در پیش گرفته بود، چقدر آقای سلیمانی اهمیت داشت برای جمهوری اسلامی و چقدر خلأ بزرگیه براش؟ ببینید، همونجور که شما گفتید ما با دو شخصیت مواجه هستیم. یه شخصیتی هستش که جمهوری اسلامی از آقای قاسم سلیمانی ساخته و یک شخصیتی دیگه ای رو باهاش مواجه هستیم که در کادر سازمانی و اون سازمان نظامی و امنیتی ایران مطرح هستش. ببینید، برای اینکه من این مسئله رو توضیح بدم، به عملکرد ایشون در چند سال گذشته یک
اشاره مختصر میکنم. آقای قاسم سلیمانی از نیروهایی هستش که در زمان جنگ از رده فرماندهی شروع کرده، از بعد از زمان عملیات فتح المبین همیشه در سطح فرماندهی تیپ و لشکر بوده تا وقتی که میرسه بعد از جنگ و میرسه به فرماندهی نیروی قدس. یعنی تجارب جنگی ارزشمندی رو ایشون به عنوان فرمانده، یکی از فرماندهان قدیمی جنگ رو داشته. وقتی که ایشون فرمانده نیروی قدس میشه، نیروی قدس مدت یک سال بود که تشکیل شده بود، هنوز در حالت بلا تکلیفی به سر می برد. بیشتر نیروهاش نمیخوام بگم سرخورده بودن، ولی انگیزه کافی برای موندن در این نیرو رو نداشتن. همزمان چارت تشکیلاتی خود داخل سپاه هم دچار تحول شده بود، ستاد مشترک به وجود اومده بود و واحد اطلاعات سابق که از دلش، یا معاونت اطلاعات سابق سپاه که از دلش نیروی قدس به وجود اومد، همزمان یک جراحی دیگه شده بود و بیشتر نیروهاش رفته بودن اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه. اون زمان آقای وحیدی بود فرمانده نیروی قدس و آقای وحیدی هم معاونت اول خودش رو، یعنی آقای مهدی نژاد رو، بنا به دلایلی مجبور شده بود که کنار بگذاره و از این جهت نیروی اون جامعه اطلاعاتی درون سپاه دچار یک سردرگمی خاص بود. با اومدن آقای سلیمانی و با بروز جنگ در بوسنی، اهمیت افکار عمومی جهان اسلام برای ایران خیلی اهمیت پیدا کرد. آقای سلیمانی با تجربیاتی که از اون زمان جنگ آورده بود، و البته حضور ایشان هم همچین بدون انتقاد نبود، چرا که میگفتن این نیرو یک نیروی اطلاعاتی هستش و ایشون یک نیروی نظامی و عملیاتی بوده، اما تجارب گذشته ایشون کمک کرد که این نیرو کاملا بازسازی بشه و در واقع از همون خشت اول مجددا سازماندهی بشه. ایشون با جذب نیروهای جدید از لشکرها و سازمانها و ادارات دیگه سپاه موفق شد که یه تشکیلات منسجمی به وجود بیاره. پادگانهای جدید ساخته شد، شیوه آموزش نیروها تغییر پیدا کرد، ردیف بودجه از دولت براش در نظر گرفته شد و تونست بعد از قضیه بوسنی و استفاده بسیار مؤثر و نقش مؤثری که در حمایت از مسلمان‌های بوسنی در اونجا داشتن، بتونه جایگاه خودش رو حداقل در نظام سازمانی ایران تثبیت بکنه. بعدش هم که مسئله عراق رو داریم، حضور ایران در عراق به واسطه تجربیات و علایق و وابستگی‌هایی که بین ایران و عوامل نظامی بعد از دوره صدام درون جوامع شیعه عراق وجود داشت، باعث شد که ایران بتونه نفوذ بسیار گسترده‌ای رو در عراق داشته باشه، خصوصا که اینها از همون ابتدا شروع کردن که سازمان‌های موازی مثلا نمونه‌های مشابهش در ایران، کمیته امام، بنیاد شهید، این چیزها رو در عراق دنبال بکنن و یک بیس مردمی بسیار قوی رو در عراق به وجود بیارن. اون زمان هدف اصلی ایران حضور و تقویت یک دولت شیعه در عراق بود که به این هدف کاملا رسیدن. بنابراین ارتقای جایگاه سازمانی نیروی قدس از یک نیروی کاملا، خدمت شما عرض کنم که، به کنار گذاشته شده و نیرویی که فاقد کارایی سازمانی بود، به جایی که در منطقه بتونه نیروی اصلی برای تعیین بسیاری از سیاست‌های نظام باشه، به نظر من یکی از هنرهای اصلی ایشون بود و ایشون تونست که با تجربیاتی که داشت و با توجه به شخصیت کاریزماتیکی که حتی قبل از این قضیه داخل سپاه داشت، بتونه این امکانات رو برای این نیرو جذب بکنه و بتونه که در منطقه از نظر سیاست خارجی کمک زیادی به اهداف نظام در منطقه بکنه. بسیار خالی با این صحبت های شما آقای طلعتی دقیقا نشون میده که اهمیت آقای سلیمانی در به اصطلاح برای نظام حکومتی ایران چقدر زیاد بوده. حالا فکر میکنین که نبودش چه ضربه ای احیانا میتونه به مجموعه این سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنه؟ ببینید، بحثی که وجود داره، قاعدتا نبود ایشون یک شوک مقطعی و کوتاه مدت رو به سازمانی که ایشون پشت سرش باقی گذاشته خواهد زد، اما باید توجه داشته باشیم که یکی از کارهای اصلی ایشون ایجاد سازمان و تشکیلات بود، سازمانی که
تمام کارهاش بر اساس آیین‌نامه های داخلی تنظیم میشه، سیاستاش و اهدافش کار کارشناسی میشه و درون سازمان جاری و ساری میشه. بنابراین این سازمان به قوت خودش باقی خواهد موند. مضافاً که توجه داشته باشیم کسی که جانشین ایشون شده از همون روز اول معاون ایشون بوده و در واقع طراح لوجستیک سازمان و تدارکاتی بوده که صحنه عملی رو در سطح منطقه پشتیبانی میکرده و بنابراین من میتونم بگم که آقای قاآنی هم اطلاعات کاملی از داخل نیروی قدس دارن و این باعث خواهد شد که در اون مقطع کوتاه مدت بله دوچار نیروها دوچار شک خواهند شد، اما به خاطر اینکه یک تشکیلات پشت سر این قضیه هست، تشکیلات اهداف خودش رو داره، سازمان اهداف خودش رو داره و اون اهداف رو دنبال خواهد کرد. ولی اینکه بگیم شخصیت ایشون قابل تکرار در درون در دیگر فرماندهان سپاه خواهد بود، نه، این قاعدتا تکرار نخواهد شد، اما نیروی قدس به اون اهداف خودش پایبند خواهد بود و جلو خواهد رفت. مضافم برای اینکه من بگم آقای سلیمانی تنها در داخل سپاه نبود، بلکه شخصیت ایشون باعث شده بود که بقیه سازمان‌های داخل نظام مثل وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه هم تا حد زیادی در سایه فعالیت‌های نیروی قدس سپاه قرار بگیرن. به نظر من ما شخصیت اینجوری درون سپاه که بتونه تمام این نقاط رو به همدیگه حول یک محور جمع بکنه و ازش در جهت اهداف نظام استفاده بکنه بسیار کم بوده. حالا آقای طلعتی، شما حتما میدونین، خوبی میدونین که مدت هاست که بسیاری حتی افرادی که خیلی به حکومت جمهوری اسلامی ایران هم نزدیک بودن و شاید هم هستن هنوز، صحبت از این میکنن که تمام لطماتی که طی 40 سال گذشته به ایران خورده و به مردم ایران، چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و چه نظامی، اینها همه به واسطه نوع سیاست خارجی بوده که جمهوری اسلامی از همون بعد به پیروزی انقلاب ایران اتخاذ کرده و اون سیاست دشمنی با غرب، با امریکا، با اسرائیل و با غرب و گسترش دامنه نفوذ خودش در منطقه از طریق حمایت از گروه‌های محلی اغلب نظامی بوده و این از دید خیلی ها به هر حال کاملا به منافع ملی ایران لطمه زده. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، گویی که آقای قاسم سلیمانی از دید بسیاری ممکنه قهرمان ملی توصیف بشه، قهرمان ملیشون باشه، ولی از دید بسیاری دیگه در واقع کسی بوده که علیه منافع ملی ایران اقدام کرده، یعنی در جهت اون سیاست خارجی کار کرده که به اصطلاح علیه منافع ملی ایران بوده. شما فکر میکنین که الان آب که از آسیا بیفته و مسئله به هر حال این قاسم سلیمانی به این شکلش تموم بشه، اون موقع چجور قضاوتی در مورد آقای سلیمانی خواهد شد؟ ببینید، قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدم یه مقدمه خیلی کوتاه میگم. ببینید، دو تصور در رابطه با سپاه وجود داره. یک تصور بر این هستش که سپاه فعال مایشا در اون کشور هست و فرماندهان سپاه هر کاری دلشون میخواد میکنن، انجام میدن و از این جهت دستشون باز هست. یه دیدگاه به نظر من عقلانی تری وجود داره توی این قضیه که تمام اختیارات نظامی در ایران سرمنشأ شخص رهبری ایران هستش. بنابراین اگر ایشون هر سیاستی رو تعیین میکنه، سازمانهایی که مستقیما زیر نظر ایشون هستن در واقع تابع امر ایشون هستن و باید این اوامر رو اجرا بکنن. یکی از نقاط قوت آقای سلیمانی این بود که به شخص رهبری نزدیک بود و اعتمادی که آقای خامنه‌ای به ایشون داشت و اختیاراتی که به ایشون داده بود رو قاعدتا به کسای دیگه نداده بود. بنابراین بخشی از این اشتباهات و از این خطاکاری هایی که در سیاست خارجی شده و متاسفانه بعضا امنیت ملی ما رو دچار مشکل کرده، قبل از اینکه به سپاه برگرده به سیاست گذاری های کلان و اون دید امنیتی هستش که مسئولین رده اول اون مملکت خصوصا آقای خامنه‌ای در رابطه با سیاست ایران در سطح منطقه و در سطح جهان داره. اما در رابطه با آمریکا هم من خدمت شما عرض کنم که از بعد از انقلاب یک دومینوی بحران بین ایران و آمریکا شروع شد. این دومینو شروع کرد، دونه دونه این مهرها افتادن. اول گروگانگیری شد، حمایت ایران از عراق
حمایت آمریکا از عراق در جنگ شد، زدن پایانه های نفتی. این دومینو به تدریج دونه به دونه افتاد و این بحران به جای اینکه کنترل بشه به مراحل بالاتر صعود کرد، تا اینکه رسید به قضیه برجام. در قضیه برجام میتونست این دومینو به دو جهت مختلف بره، یکی به سمت جنگ بره و یکی به سمت صلح بره. ایران اونجا نشست سر میز مذاکره به خاطر اینکه منافعش به شدت زیر خطر بود، یعنی تمام منابع مالیش قفل شده بود، ایران تحت همونجور که میدونیم بلوکه بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه، حتی نمیتونست منابع مالی نیروهای نظامی خودش رو تن. اونجا یک امیدی به وجود اومد که با نشستن و مذاکره کردن میشه امتیازاتی گرفت. به نظر من اونجا میتونست جهت دومینو عوض بشه، اما بعد از اومدن آقای ترامپ این دومینو مجددا به سمت اول خودش برگشت و ما از اون زمان هر روز شاهد افتادن یکی از این مهره‌ها هستیم، تا اینجا رسیدیم که نیروی های نظامی آمریکا تصمیم میگیرن آقای سلیمانی رو در منطقه بزنن. در هر صورت ایران خیلی جاها میتونسته با توجه به نفوذی که داشته، از این نفوذ به عنوان یک حرکت پشتوانه دیپلماتیک و در حرکت های دیپلماسی استفاده بکنه و امتیاز بگیره و به نفع منافع ایران عمل بکنه. ولی متاسفانه این وقت شناسی رو مسئولین اصلی جمهوری اسلامی نداشتن و با توجه به اون شعار اصلیشون که شعار مخالفت با هر سیاست آمریکا در منطقه بوده، منافع ایران رو تعریف کردن و متاسفانه بخشی از این حرکت هم مجریش آقای سلیمانی در منطقه بوده. ولی در هر صورت باز هم میگم اگر قرار هست مسئول اصلی این بیتوجهی ها و این مشکلاتی که در مملکت اتفاق افتاده رو مشخص کنیم، باید شخص اول مملکت توی این مسئله پاسخ بود. بسیار خوب. حالا آقای طلعتی قاسم سلیمانی کشته شده و در ایران موضوع انتقام گیری خیلی جدی مطرحه، در حد اعاده حیثیت ایران مطرح شده و تمام سردمداران جمهوری اسلامی ایران از ریز و درشت صحبت از انتقام سخت میکنن علیه ایران. اولا به نظر شما انتقامی در کار خواهد بود و اگر خواهد بود به چه شکل؟ ببینید، من همونجور که قبلا هم خدمتون گفتم، من این رو در این یک جمله میتونم شاید خلاصه کنم. ایران باید کاری بکند و نباید کاری بکند. باید کاری بکند به این جهت که از نظر داخلی باید جوابگوی افکار عمومی باشه، جوابگوی انگیزه داخل نیروهای نظامی و امنیتیش باشه، از طرف دیگه در بعد منطقه‌ای هم در هر صورت به پرستیژش ضربه وارد شده. این ضربه میتونه تأثیر مستقیم بر نفوذ ایران در نیروهای نیابتیش در منطقه داشته باشه و از همه مهمتر اگر ایران واکنشی نشون نده، مسئله اسرائیل مجددا تکرار خواهد شد، همونجور که اسرائیل دست باز پیدا کرده برای زدن مراکز امنیتی و نظامی ایران در سوریه و حتی این اواخر در خاک عراق. این قضیه برای آمریکایی ها رویه خواهد شد و این ترس بسیار زیادی رو و خطر بسیار زیادی رو برای نظام ایجاد میکنه. اینجا هستش که جمهوری اسلامی باید کاری بکند، خب، اما و نباید کاری بکند، به خاطر اینکه در برابرش شما با ابرقدرتی روبرو هستید، ابرقدرتی ایستاده که قدرت تخریب ایران و به عصر حجر فرستادن ایران رو به صورت کامل داره و احتمالاً ابایی هم نداره. اما اینو که بذاریم این مقدمه رو کران، ایران طیف گسترده‌ای، طیف گزینه‌های مختلفی رو در پیش روی خودش داره، مثلا استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه، جنگ سایبری، بالا بردن تنش و هزینه‌های کشتیرانی در منطقه خلیج فارس، خدمت شما عرض کنم که بیرون رفتن از برجام و از همه مهمتر که الان هم اخبار مؤید این هست، استفاده از نفوذ خودش در عراق برای اخراج قانونی آمریکایی‌ها از عراق هستش. اگر این قضیه صورت بگیره، فلسفه وجودی نیروهای ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش و حضور آمریکا در عراق از بین خواهد رفت و در واقع اینجا هستش که تاریخ میتونه قضاوت بکنه که خون یک ژنرال ایرانی باعث اخراج کل نیروهای آمریکایی از عراق شد. یعنی این امکانات، این گزینه ها در برابر ایران هستش. بسیار خب، به هر حال این گزینه هایی که شما صحبت ازش کردید و اینا و به هر حال چه جنگ نیابتی و امکاناتی که ایران میتونه داشته باشه، ولی به هر حال همه اینها میتونه با واکنش شدیدتر امریکا روبرو بشه، کما اینکه دونالد ترامپ
از بعد از کشش قاسم سلیمانی مدام هی توییت میکنه و صحبت از زدن 52 نقطه در ایران و مراکز حتی فرهنگی ایران صحبت کرده میکنه. حالا شما فکر میکنین که ایران تا چه اندازه این تهدیدهای دونالد ترامپ رو جدی میگیره و به همین دلیل خویشتنداری میکنه؟ ببینید، جدی گرفتن صحبت‌های آقای ترامپ مبنی بر این چیز هست، مقدمه هستش که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که ایشون چه رفتاری میتونه داشته باشه. آقای ترامپ بعضن در بعضی از مواقع که باید واکنش نشون میداده واکنش نشون نداده و در جاهایی که نباید واکنش نشون میداده واکنش نشون داده. یعنی ایشون یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رؤسای جمهور آمریکا هستش. گزارش نیویورک تایمز در رابطه با انتخاب گزینه‌ها رو که میخونیم میگه که یه سری از گزینه‌ها رو جلوی ایشون گذاشتن و ایشون مثلا دستش رو گذاشته روی این گزینه، گفته برید آقای سلیمانی رو بزن. یعنی ایشون توجه نداشته که بعضن زدن یک نفر تأثیراتش بسیار و پیامدهاش بسیار شدیدتر از زدن یک پادگان نظامی خواهد بود. بنابراین تا وقتی که این سیاست بر کاخ سفید جاری هستش و کسانی هم که دور آقای ترامپ رو گرفتن و جمهوری خواهانی که در پارلمان و سنای آمریکا حضور دارن از این سیاست حمایت میکنن، امکان هر برخورد نظامی با آمریکا هست، خصوصا که آمریکا دست به تقویت نیروهاش در منطقه زده و حتی خروج نیروهاش از عراق هم به منزله خروج اینها از منطقه نیست، بلکه من اسمش رو جابجایی میذارم، آمریکا تا حالا هیچ وقت دست به این عمل نزده، ولی یعنی خروج کامل نیروهاش، همیشه نیروهاش رو در منطقه جابجا کرده. امکان هر عملی از سوی آمریکا قابل پیش بینی هست، یعنی می رود این امکان. حالا مسئله دیگه ای هم که جلوی ایران میتونه باشه مسئله استفاده از قدرت دیپلماتیک و محافل دیپلماتیک بین‌المللی هست. ما می‌دونیم بسیاری در جهان از جمله در خود آمریکا سیاستمداران آمریکا به هر حال تقبیح کردن این حرکت دونالد ترامپ رو بر کشتن قاسم سلیمانی و بعضی حتی اینو تروریسم دولتی قلمداد کردند. آیا ممکنه که ایران به هر حال به این نتیجه برسه که به جای دست دادن به هر نوع انتقام‌جویی نظامی و تخریبی دست به اقدام به اصطلاح دیپلماسی بزنه و به مراجع بین‌المللی مراجعه بکنه؟ به نظر من این عاقلانه ترین کاری هستش که ایران میتونه انجام بده. شما توجه داشته باشید توی صحبت‌های همین چند ساعت پیش نخست وزیر عراق گفتش که آقای سلیمانی اومده بود جواب پیام عربستان سعودی رو برای مذاکراتی که احتمالاً داره صورت میگیره رو انجام بده. شما موضع‌گیری کشورهای منطقه رو که در نظر بگیرید، یعنی همشون گفتن که خویشتنداری بشه، صبر بشه، دست به اقدام عجولانه زده نشه، نشون میده که آمریکا حتی در برخورد با ایران در برابر متحدین منطقه خودش هم دچار انزوا شده. یعنی اگر ایران این خویشتنداری رو ادامه بده، ترسی که در منطقه وجود داره از شروع یک جنگ همه جانبه باعث خواهد شد که حتی آمریکا از متحدین منطقه ایش جدا بشه. در سطح جهانی هم اتحادیه اروپا واکنش بسیار مثبتی به نفع ایران داشته، یعنی دعوت به خویشتنداری کرده، واکنش روس‌ها رو هم که دیدیم بسیار شدید بوده، حتی چینی‌ها هم به نظر من واکنش مثبتی داشتن. بنابراین فعلا پتانسیل بسیار مؤثر و مثبتی برای ایران برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی در سطح جهان ایجاد شده و این میتونه کمک بکنه که اگر ایران عاقلانه حرکت بکنه بتونه از این ظرفیت در جهت امنیت ملی ایران و منافع ملی مردم ایران استفاده بکنه. در هر صورت اگر بره به سمت اون نبایدی که گفتم نباید انجام بده، این ما شاهد ویرانی گسترده ایران خواهیم بود، خصوصا که به نظر من دیگه آقای ترامپ قضیه رو شخصی کرده و به صورت موضوعی داره به قضیه نگاه میکنه، به قول خودمون کلید کرده روی مسئله ایران و منتظر این هستش که نشون بده که از ایران جریتر و سختگیرتر و خشنتر برخورد خواهد کرد. بسیار خوب آقای طلعتی، با توجه به تجربه و شناخت دقیقی که شما از سپاه پاسداران دارید، فکر میکنید که الان در سپاه چی میگذره؟ فکر میکنید فرماندهان سپاه در مجموع یک دست و هم نظر هستند در نحوه واکنش به اقدام آمریکا؟ یعنی فکر میکنید که رده های بالای اصلی سپاه پاسداران چه نوع توصیه‌ای به آقای خامنه‌ای میکنن؟ ببینید، این حرف شما کاملا درست هستش. سپاه هم مثل هر سازمان دیگه‌ای
از افراد مختلفی تشکیل شده که این افراد نظرات مختلفی رو دارن بر اساس اون داده هایی که میگیرن، تجاربشون، و بر اساس این داده ها و تجارب چیزی که بیرون میدن در واقع ممکنه با یه نفر دیگه، با فرمانده دیگه مخالف باشه یا فرق داشته باشه، تفاوت داشته باشه. به نظر من ما شاهد طیف حمله مستقیم، حمله نیابتی، برخورد دیپلماسی در داخل سپاه خواهیم بود، ولی این رو توجه داشته باشید که سپاه یه تشکیلات هرمیه. این آرا و نظرات در یک جا جمع میشه، کار کارشناسی میشه و نهایتاً حتی هر توصیه هم بشه این فرماندهی کل قوا هستش که تصمیم خواهد گرفت. ولی هستن کسایی که در سپاه دنبال این هستن که درگیری نظامی ایجاد نشه و بیشتر به دنبال استفاده از ظرفیت عقلانی دیپلماسی اون مملکت هستن. بسیار. از طرف یه جناح افراطی هم توی سپاه وجود داره که همین الان میگن بریم ناوای آمریکایی رو بزنیم. ولی در هر صورت باید دید که برآیند این نظرات چجوری و چگونه تحویل رهبری میشه و ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. بسیار خوب. حالا آقای طلعتی، وقتمون تقریبا تموم شده، کمتر از یه دقیقه وقت داریم و من خواهش میکنم یک جواب خیلی کوتاهی به این سوال نسبتا بلند من بدیم، ببخشید. ولی شما، آیا ممکنه که این تحرکات احیانا هشداری باشه برای رهبران جمهوری اسلامی که نگاه کنن و ببینن که سیاست خارجی که تا حالا در پیش گرفتن درست نبوده و شاید احیانا وقتشه که یک تجدید نظر خیلی جدی در سیاست خارجیشون بکنن و سپاه را از این مسائل به اصطلاح سیاست خارجی و برای پیشبرد سیاست خارجی تاکنونی جمهوری اسلامی رو برحذر بدارن و سیاست معقولتری در پیش بگیرن؟ البته این قضیه یک سابقه تاریخی هم داره، بدین معنا که در زمان پایان جنگ، وقتی که جنگ داشت به پایان خودش نزدیک میشد و بحث قطعنامه 598 بود، فشاری که آمریکایی‌ها در خلیج فارس آوردن، یعنی پایانه‌های نفتی ایران رو زدن، نیروی دریایی ایران رو زدن و خدمت شما عرض کنم که هواپیمای مسافربری ایران رو زدن، ایران رو و مقامات حاکمیت ایران رو به جای رسوند که از این به بعد اگر برخوردی بشه و یا حرکت غیر عقلانی از سوی ایران انجام بشه، آمریکا با تمام وجودش برخورد خواهد کرد. این میتونه مقدمه این زمینه رو در ایران ایجاد بکنه که الان ما در بحث وجود و یا عدم وجود کشور قرار داریم و باید بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنیم و بهتر هستش که بحث مصلحت و منافع مملکت رو انتخاب بکنیم. این البته تمامش بستگی داره به مشاورت ها و مصلحت بینی هایی که مشاوران رهبری به ایشون میدن و سیاستی که ایشون انتخاب میکنه، ولی این هم در هر صورت غیر محتمل نیست. خیلی متشکرم آقای مهدی طلعتی از حضورتون در برنامه.